با سلام و درود خدمت شما دوستان و همراهان گرامی. در این ویدیو قصد داریم شما رو با یه قابلیت جدید از طرف گوگل آشنا کنیم که نکته مثبتی واسه گیمرها به حساب میاد. قبل از اینکه به جزئیات این بحث بپردازیم، فراموش نکنید که اگه جدید هستین کانال ما رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای جدید ما رو از دست ندید. گوگل داره یه فایلی رو روی سیستم طراحی میکنه که به کاربرها این اجازه رو میده قبل از پایان دانلود یه بازی بتونن اون رو اجرا کنن و بدون هیچ مشکلی بازی رو تجربه کنن. این روزا به خاطر قدرتمند تر شدن گوشی‌ها و بهبود شرایط گرافیکی بازی‌ها، کاربرای زیادی جذب بازی‌های موبایل شدن. به خاطر همین خیلی از شرکت‌هایی که بازی‌ها رو برای کامپیوتر و کنسول‌ها منتشر می‌کردن، نسخه موبایل بازی‌ها رو هم منتشر کردن تا از این طریق کاربران گوشی‌های هوشمند هم از جدیدترین بازی‌های روز لذت ببرن. اما بازی‌های خوب و با گرافیک بالا معمولاً حجمشون خیلی زیاده و دانلود اونا از فروشگاه گوگل وقت زیادی رو از کاربر می‌گیره. این مسئله واسه کسانی که می‌خوان یه بازی رو فقط امتحان کنن یا سرعت اینترنتشون خیلی پایینه خسته کننده است. حالا ظاهرا گوگل واسه این دسته از کاربرا ایده جالبی داره و میخواد فایل سیستم جدیدی به اسم اینکریمنتال فایل سیستم طراحی کنه. طبق گفته گوگل، اینکریمنتال فایل سیستم نوعی فایل سیستم مجازی لینوکس که اجازه میده یه برنامه بدون اینکه دیتای اون به طور کامل روی یه دستگاه نصب بشه، بدون هیچ مشکلی اجرا بشه و قابل استفاده باشه. این یعنی شما یه بازی رو تا حد مشخصی دانلود میکنین و همینطور که فایلای اون همچنان در حال دانلود هستن اونو اجرا و تجربه میکنین. متاسفانه فایل سیستم جدید گوگل به صورت 100% عمل نمیکنه، یعنی در بعضی برنامه‌ها یا بازی‌ها شاید باید منتظر بشیم تا تمام اطلاعات مورد نیازش رو دانلود کنه و بعد اون رو تجربه کرد، چون غیر از این ممکنه اجرا نشه. البته باید این نکته رو هم بهتون بگیم که کاربرد این قابلیت فقط به دانلود برنامه از فروشگاه گوگل محدود نمیشه و حتی زمانی که در حال دریافت برنامه یا بازی از طریق USB هستین میتونین از این قابلیت استفاده کنین. احتمال داره به زودی در اندروید 11 شاهد این قابلیت کاربردی باشیم. اون دسته از کاربرانی که طرفدار آیفون هستن نگران نباشن، چون این قابلیت احتمالاً در iOS 14 هم باشه. اگه تمایل دارین از قابلیت‌های اندروید 11 و iOS 14 دقیق‌تر مطلع بشین، میتونین از طریق لینکی که بالای ویدیو نمایش داده میشه مشاهده کنید. ویدیوهای مشابه دیگر رو میتونید در بخش دیسکریپشن زیر همین ویدیو دنبال کنید. مرسی از اینکه با ما همراه بودین. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.